سلام عزیزانم، به برنامه کودکان مقدمات بسیار خوش آمدید. ممنونم که بیننده برنامه های ما هستید. به اتفاق همکارم حامد جمالی در اتاق فرمان مجموعه رو برای شما آماده کردیم در رابطه با برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان برای پیگیری جنایات بیشمار جمهوری اسلامی در کشتار معترضین در آبان ماه 1398. گفتگویی داریم با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، و نگاهی خواهیم داشت به اعتراضات پرشور و با شکوه معلمان در بیش از 40 شهر. اجازه بدید راه‌های تماس رو با هم مرور کنیم. برمیگردیم به موضوعات متنوع این برنامه. بسیار خوب، راه های تماس رو آشنا هستید با همین شماره تلفنی که در پایین صفحه به اون اشاره کردم: واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو، سیگنال. ما در دسترس شما هستیم موقع پخش برنامه و باز پخش برنامه. ایمیل آدرس هم که خدمتتون هست. اما در رابطه با نکاتی که در این برنامه دنبال خواهیم کرد، در کشتار آبان ماه، اون چیزی که به 1500 کشته ما مشهور شد، تعداد قابل ملاحظه‌ای کودک هدف شلیک مستقیم مزدوران جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این کودکان از جنایات بیشماری که جمهوری اسلامی در کشتار آبان انجام داد یک شاخصی از جنایت علیه بشریت است. پیگیری این امر، پیگیری جنایت آبان، منجر به برگزاری یک دادگاه بین المللی در کشور انگلستان، در لندن، به تاریخ 19 تا 23 آبان ماه خواهد شد. جمهوری اسلامی قاتل کودکان ما در آبان 98 هست. در این رابطه با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، گفتگو خواهیم کرد. تماس ما با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، برقرار شد. شما رو منتظر نمیگذارم. شیوای عزیز، خیلی خوش آمدی به برنامه کودکان مقدمان. قبل از هر چیز ممنونم که این دعوت رو پذیرفتی. سلام میکنم به شما و بینندگانتون. خیلی ممنون که من رو در برنامه دارید. دادگاه بین المللی مردمی آبان به زودی در ماه نوامبر 19 تا 23 در لندن برگزار خواهد شد و کیفرخواستی است برای کشتار آبان ماه. مشهور شد به 1500 کشته ما. میخوام در این رابطه از شما بپرسم. کمیته زندانیان سیاسی هم فعالانه در این دادگاه شرکت خواهد کرد. جزئیات رو ابتدا میخوام از خود شما جویا بشن. بله، این دادگاه واقعا خیلی قدم مهمی در جهت دادخواهی هستش و توسط سه نهاد عدالت برای ایران، نهاد برای حقوق بشر و نهاد ائتلاف جهانی نه به اعدام در واقع برگزار میشه و همونطور که فرمودین از 10 تا 14 نوامبر برابر با 19 تا 23 آبان ماه در شهر لندن قراره به مدت 5 روز برگزار بشه. طبعا این دادگاه یک هیئت دادستانی داره که از قضات خیلی شناخته شده در زمینه حقوق بشر هستن. این قضات همچنین کسانی بودند که اگر خاطرتون باشه در سال 2012 در دادگاه ایران تریبیونال هم شرکت داشتن.
در این دادگاه بنابر نکاتی که خود برگزار کنندگان اعلام کردن قرار حدود 260 نفر شاهد، چه کسانی که خانواده جانباختگان آبان، کسانی که خودشون دستگیر و شکنجه شدن و یا کسانی که شاهد تمام اون سرکوب ها بودن، قرار شده شرکت بکنن. تعدادی از طریق لینک اینترنتی و تعداد محدودتری در واقع از خارج از ایران هستند، تعداد بیشتر از داخل ایران هستند و قرار شده این دادگاه در این 5 روزه به تمام، از قبل این رو هم بگم، اظهارنامه های مفصلی از این شاهدان گرفته شده و اونجا قرار ارائه داده بشن و در موردش صحبت بشه. دقیقا پروسه دادگاه های مردمی که برای خیلی کشورها تشکیل میشه، همینطور این دادگاه مردم برای عموم کاملا آزاد هستش، میتونن ثبت نام بکنن از طریق خود سایت آبان تریبیونال و یا به خود ما میتونن مراجعه کنن و یا اینکه اگر در کشورهای دیگه هستن و نمیتونن از طریق یوتیوب میتونن این برنامه رو دنبال کنن. همچنین قرار کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یک اتاق کلاب هاوس بزنه که عزیزانی که در از هیچ کدوم از اون طرق نمیتونن از طریق اتاق کلاب هاوس بتونن مستقیم در جریان اون 5 روزه باشن. در طی خیزش آبان تعداد قابل ملاحظه ای کودک با شلیک مستقیم مامورین جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، بسیار بیرحمانه، و تعداد قابل ملاحظه ای دستگیر شدند، مدارسی حتی به بازداشتگاه تبدیل شدند و واقعا بیش از 1000 دانش آموز دستگیر شدند. بارها ما در این رابطه گفتگو کردیم، اما چیزی حدود 20 تا 24 نام کودک موجود هست که با شلیک مستقیم کشته شدن. میخوام از شما جویا بشم، آیا خانواده های این کودکان جزو شاکیان هستند، جزو شاهدین هستند؟ چگونه میشه این رو دنبال کرد؟ بله طبعا، خب از لحاظ امنیت این عزیزان از همین الان اعلام نمیشه و حتی کسانی که قرار شاهد باشن اسمشون اعلام نمیشه. در خود همون دادگاه که قرار اون 5 روزه باشه این رو برای این ثبت نام میکنن. خیلی مهم هستش امنیت خود شاهدان، به همین دلیل احتمالاً جزوشون هستن ولی به همین دلیل گفته نشده که چه کسانی هستن و یا چه تعدادی هستن. در این دادگاه من یه نکته رو اضافه کنم که قرار شده در واقع بر اساس شواهد و مدارکی که به دست این هیئت دادستانی رسیده، در واقع 133 نفر از عاملین و آمرین سرکوب آبان ماه از جمله رئیسی و خامنه ای هستن که به اصطلاح کیفرخواست علیه اونها هستش. حتما تعدادی از این خانواده ها هستن ولی همونطور که عرض کردم به خاطر امنیت خود این شاهدان این اعلام نشده فعلا. اما نکته‌ای که اشاره کردین دقیقا درست هستش، به خاطر اینکه این کودکان ما میگیم آماری هست 19 نفر 20 21 نفر ولی همیشه هیچ وقت آمار دقیق نیستش و این رو هم یادمون نره. یک نکته‌ای که خیلی مهمه که این رو یک جنایت مستقیم توسط جمهوری اسلامی میکنه، این اتفاقی نبوده. حتی در زمانی که در جای بمباران میشه و کودکان رو میکشن، این حتی جنایت جنگی هستش، ولی در جایی که شلیک میشه عمدن به کودکانی که یکی دو نفر از اونا حتی زیر 12 سال بودن، این یک قتل عمدی هستش و این به مراتب بسیار جرمش بیشتر هستش. خب برای پیگیری این دادگاه شما راه ها رو گفتید، مایلم نقش کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رو توضیح بدید. در این دادگاه شما حضور، گفتید که حضور دارید به عنوان سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، همکاری دارید شما با این سه نهادی که گفته شد، یا چگونه فعالیت میکنید؟ بله طبعا من به عنوان نشاهد و هیئت دادستانی نیستم بلکه به عنوان شرکت کننده هستم، اما در این دادگاه طبعا تعدادی از کسانی که از فعالین هستند در این عرصه ها دعوت شده، از خود ما هم رسما دعوت شده و حتی از ما خواسته شده که تعداد دیگر از کسانی رو که در عرصه حمایت از حقوق انسانی هستند اینا رو دعوت کنیم که حضور داشته باشند. حضور اینها بسیار مهم هستش
چرا که هر کدوم از ماها میتونیم گوشه های از این واقعه رو صحبت کنیم رو به رسانه ها. تعداد زیادی در از رسانه ها در اونجا خواهند بود. خود ما از همون ابتدا اعلام آمادگی کردیم، همین الان هم مرتبا در واقع در تماس با این سازمان دهندگان این دادگاه هستیم و میخوام در رابطه با نقش خودمون اجازه بدین شما رو مقداری به تاریخ عقب‌تری این تاریخ رو با هم دیگه نگاه کنیم و اونم این هستش که ما در کمیته زندانیان سیاسی بلافاصله پس از آبان ماه و سرکوب آبان ماه ما یک در واقع کارزاری رو به اسم صدای معترضین آبان ماه فراخوان دادیم. شاید جزو در واقع اولین سازمانی بودیم که این رو فراخوان دادیم. در قالب همون کارزار ما گزارشات خیلی مفصلی رو به سازمان‌های جهانی فرستادیم، به اضافه ترجمه ویدیوهای کشتارای مردم که اینها هم جزو اون گزارش بودن و همینطور کمپین‌هایی در رابطه با نامه به سازمان‌های جهانی در رابطه با محکومیت این کشتارها و اینکه جمهوری اسلامی رو به این دلیل نه تنها محکوم بکنن بلکه در این حال از اینها واقعا پاسخ بخوان. و در این حال ما در بخش‌های مختلف در آکسیون‌ها، در واقع برنامه‌های تلویزیونی، در این به اصطلاح گفتمان‌های اینستاگرام و مدیای اجتماعی مسئله آبان رو مطرح کردیم، چون به درستی این رو معتقد بودیم و اشاره کردیم در این کارزار که آبان 97 و همینطور کشتاری که شد یک نقطه عطف هسته. شاید بعد از دهه 60 این نقطه عطفی هستش که به شدت مهم هستش و صدای معترضین آبان ماه نباید خاموش بشه. یعنی منظورم اینه کمیته زندانیان سیاسی همون 3 ماه بعد از سرکوب آبان ماه دست به این زد و 2 ساله که داره برگزار میکنه سالگرد آبان ماه رو برای اینکه از وضعیت معترضین رو مطرح کنه. ما همین در واقع آبان پارسال بود که برنامه بسیار مفصل آنلاینی داشتیم که درون در خانواده های زندانیان سیاسی پیام دادن در رابطه با همین کودکانی که کشته شدن صحبت شد و یه برنامه مفصلی بود با در واقع سخنرانان مختلفی در سطح دنیا و به همین دلیل ما با این پیش زمینه شروع میکنیم و زمانی که دادگاهی مانند دادگاه بین المللی مردمی آبان ماه رو اعلام کردن، اولین کسی بودیم که اعلام کردیم و تماس گرفتیم که ما آماده همکاری هستیم و تعدادی از اینان تماس گرفتن که میخوان چجوری میتونه ارتباط بگیرن، که به معنی ما خیلی تنگاتنگ با این دوستان داریم کار میکنیم، طبعا نه در زمینه حقوقی چون وکیل در کمیته زندانیان سیاسی نداریم، در همین رابطه البته تاریخش ساعتش به زودی معلوم میشه. قرار شده کمیته زندانیان سیاسی یک آکسیون رو، یک تجمع ایستاده رو در روز پنجشنبه‌ای که دادگاه هستش در مقابل پارلمان انگلستان فراخوان بده، چون اون روز روزی هستش که دادگاه ساعت 2 ظهر اتمام پیدا میکنه. در این حال پوشش خبری، پوشش در واقع دادگاه که چگونه پیش میره اشاره کردم، کلاب هاوسی که قرار ایجاد بشه، از هر نظر این رو پوشش میدیم، چون این از نظر ما واقعا بخشی از اون کمپینی هستش که خود ما شروع کردیم، کارزار معترضین آبان ما، و فکر میکنیم باید این دادگاه بتونه در سطح وسیعی صدای دادخواهی خانواده ها باشه. بسیار عالی. همین حالا که عنوان کردید، ما هم شماره تلفن تماس با این دادگاه رو همینجا برای دیدن خانواده ها، شاکیان، شاهدان و همینطور عزیزانی که مایل هستند با این نهادها تماس بگیرند کنار تصویر شما نشون دادیم، باز هم نشون خواهیم داد. اما نکته ای هست اینجا، در کشور سوئد حمید نوری یا حمید عباسی در حال محاکمه است به جرم جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، و همینطور در سال 2012 دادگاه تریبونال برگزار شد و حالا این دادگاه، شما اشاره کردید به نمادین بودن، میخواستم دقیق تر این موضوع اشاره بشه. در دادگاه حمید نوری یک محاکمه رسمی و علنی هست که جهان شاهدش هست، یک پرونده‌ای به بیشتر از 10,000 صفحه و بیشتر از 100 خورده شاهد و شاکی. این دادگاه اساساً تصمیمی خواهد گرفت،
گفتید که رئیسی و خامنه ای از متهمین اصلی این دادگاه هستند. خود این نمادین بودن چه تأثیری خواهد داشت؟ بفرمایید. خب ببینید، از نظر من شاید مایل نیستم اسم نمادین رو روش بذارم، چرا که به نظر من از یه جنبه بله درست میگین، اگه منظورتون اینه نتیجه حقوقی نداره درست میگین، متفاوته با دادگاه حمید نوری، چون دادگاه حمید نوری نتیجه حقوقی داره، به این معنی قضایی داره، یعنی اینکه ممکنه محکوم بشه، ولی دادگاه مردمی آبان ماه مثل ایران تریبونال به این شکل نیستش. این دادگاه های مردمی هستن که از همون زمان جنگ ویتنام شروع شد، به یه معنی ممکنه نتیجه قضایی حقوقی نداشته باشه، ولی به نظر من قدم مهمی استش در جهت جمع‌آوری اسناد جنایت. نتیجه دادگاه ایران تریبیونال سال 2012 این بود که نهایتاً گفتن که ایران در واقع جنایت علیه بشریت انجام داده. این رو شما وقتی که نگاه میکنین یک سری اسناد جمع شده و یک حکمی از طرف این قضات صادر شده. در آینده زمانی که به فرض کسی مثل رئیسی، کسی مثل فرض کنین خب کسان دیگه‌ای که بعد از نوری دستگیر میشد، نتیجه همین دادگاه میتونه کمک کنه به خاطر برای محکومیت اون فرد. ببینین خیلی این دادگاه در شرایط ویژه‌ای تشکیل میشه، اشاره کردین دادگاه حمید نوری یک واقعا پیروزی بی سابقه هستش، ولی در این حال این دادگاه کمک میکنه به پیروزی های دیگه، برای اینکه زمانی که شما دادگاه مردمی آبان تشکیل میشه، یکی از اصلی ترین متهماش رئیس قوه قضاییه رئیسی هستش که الان نماینده در واقع رئیس جمهور رژیم هست، و به همین دلیل خیلی تاثیر داره. من یه نکته رو اشاره کنم، در 31 اکتبر تا 12 نوامبر قرار کنفرانس دگرگونی اقلیمی در اسکاتلند باشه. همین تقریبا 10 روز پیش یکی از اعضای پارلمان که 5 نفر از جانباخت جانبه در بردگان دهه 60 یک شکایت رسمی به پلیس اسکاتلند بردن برای دستگیری رئیسی، که بعد وزارت خارجه رژیم اعلام کرد که رئیسی قرار نیست مسافرت بکنه. ولی منظورم چیه؟ منظورم اینه تمام اینها رو شما در کنار هم بذارین، دادگاه ایران تریبونال، دادگاه آبان ماه، دادگاه نوری، علارغم اینکه نتیجه حقوقی داره یا نداره، اینها یک شاید بگم تخت پرشایی هستن، یک پله هایی هستن که اینا رو با هم جمع میکنیم که بتونیم هر زمانی در هر کشوری بخوایم شکایت بکنیم، اینها جزء اون اسناد هستن. و من دوست دارم واقعا این اهمیت رو خیلی در نظر داشته باشیم، چون گاهن صحبت میشن که میگن خب این دادگاه نتیجه حقوقی یا قضایی نداره، ولی این رو یادمون نره، این قدم بسیار مهمی هستش. اگر ما این اظهارنامه ها رو که به صورت پروسه‌ای و قانونی اتخاذ شده و مراحل قضایی خودش رو طی کرده، اگر اینها رو نداشته باشیم، اگر نتیجه دادگاه جایی مثل دادگاه آبان و یا ایران تریبونال رو نداشته باشیم، با دست خالی تری میتونیم رئیسی و امثال رئیسی رو محکوم بکنیم. به همین دلیل در این شرایط بودن رئیسی به عنوان رئیس جمهور رژیم، دادگاه نوری، به نظر من این دادگاه حتی اهمیت بسیار ویژه تر و موفق تری خواهد داشت. بسیار عالی، ممنونم شیوای محبوبی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید. ما در خلال برنامه مجدداً شماره تلفن تماس با دادگاه بین المللی مردمی آبان رو پخش خواهیم کرد و امیدوارم باز هم فرصت بشه در این رابطه با شما گفتگو داشته باشیم. ممنون از شما. خیلی ممنون از شما. من فقط یه نکته خواستم بگم، اگر دوستان براشون سخته از کشورهای مختلف با این شماره تماس بگیرن، با خود کمیته زندانیان سیاسی هم میتونن حتما تماس باشن و ما هم راهنمایی های لازم رو بکنیم و این به اصطلاح اطلاعات لازم رو در اختیارشون قرار بدیم. بسیار پیشنهاد خوبی هست، حتما این کارم خواهد شد و کمیته زندانیان سیاسی کمک خواهد کرد برای تماس با دادگاه بین المللی مردمی آبان. ممنون از شما. خیلی ممنون از شما. عزیزانم، گفتگوی ما رو با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی دیدید و شنیدید. خاطر نشان کنم که کودکان مقدمند، نهاد کودکان مقدمند یکی از شاکیان
و اعلام کیفرخواست کنندگان جنایت جمهوری اسلامی در کشتار کودکان در آبان ماه 1398 هست و این شکایت رسما در دادگاه بین المللی لاهه ثبت شد و ما همچنان پیگیر این شکایت هستیم. از همه شما که شاهد جنایات جمهوری اسلامی در آبان 98 بودید، شما که شاکیه و از افرادی هستید که عزیزانتون رو از دست دادید، با کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در تماس باشید. با ما هم میتونید تماس بگیرید و ما شما رو به دادگاه بین المللی مردمی آبان وصل کنیم. اما تا پایان برنامه فرصت هست برای پیگیری موضوع بسیار مهم دیگری و اون اعتراض سراسری معلمان در بیش از 40 و چند شهر در ایران هست. قطعنامه هایی که خونده شد، تجمع های بی نظیری که برگزار شد و معلوم بود، قبلا هم گفتیم، با دستگیری فعالین و رهبران و چهره های محبوب این اعتراضات هرگز نمیشه خواست ها و مطالبات اون رو سرکوب کرد. محمد حبیبی رو با یک حکم اخراج کردند، معلم دیگری رو دستگیر کردند، اسماعیل عبدی، و بیش از 10 سال به او زندان دادند، حکم شلاق برای معلم دیگری نوشتند. و همه اینها سبب شد که مبارزات آنچنان که باید مجدداً به عرصه خیابان ها بیاد. نه بازگشایی مدارس، نه تهدید و ارعاب، هیچ کدام اینها کارساز نبود. مطالبات هست و جامعه این مطالبات رو پشتیبانی میکنه. به همین خاطر مداومن در حال اوجگیری هست. قبل از بازگشایی مدارس در شهریور ماه، در مهر ماه و همینطور در 22 مهر ماه چندین تظاهرات و حضور گرم معلمان در این تظاهرات ها نشانه اون است. خواست آموزش و پرورش رایگان، استاندارد شاد و انسانی، آزاد کردن معلمین زندانی و زندانیان سیاسی و همینطور رسیدگی به وضعیت معیشتی معلمین از خواستهای اساسی این تظاهرات ها هست که در بیش از 40 شهر با موج وسیعی از پشتیبانی مردم روبرو شد. جمهوری اسلامی در تلاش هست بدون اینکه زیر ساختهای بهداشتی مقابله با کووید 19 رو انجام بده، مجددا مدارس رو بازگشایی کنه و هدفش نرمال کردن وضعیتی است که به شدت وخیمه، در حالی که راجع به پیک 6 جهش کرونا در کشور صحبت میشه. تشکل‌های صنفی معلمین و همینطور خواست‌های اون بارها و بارها در برنامه کودکان مقدماً منعکس شده. در میان اعتراضاتی که صورت گرفت، یکی از قطعنامه‌های پرشور و بسیار توجه برانگیز قطعنامه معلمین مریوان بود که بخشی از خواست‌های واقعی مردم در سراسر ایران رو بازگو میکنه و نمایندگی میکنه، علیه آموزش پرورش کالایی و خصوصی، علیه آموزش پرورش غمگین و عبوس، علیه مدارس خصوصی، علیه خصوصی کردن آموزش، علیه تحت تعقیب و مراقبت و امنیتی کردن اعتراضات معلمین و برای آزادی معلمین زندانی. توجهتون رو جلب میکنم به قرائت این قطعنامه
که بسیار شنیدنی هست و به اتفاق همکارم حامد جمالی در اتاق فرمان از خدمت شما مرخص میشیم و دیدار ما به هفته آینده در برنامه کودکان مقدماً موکول خواهد شد. پایانی تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران 22 مهر ماه، ما امروز در حالی بنا به فراخوان شورای هماهنگی همسو با سایر فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور تجمع کرده ایم که بیش از هر زمان دیگر زندگی و معیشت معلمان در تنگناست. وضعیت آموزش فرزندان این سرزمین به انحراف رفته است. تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین قربانی چپاول و غارت منابع ثروت این کشور شده است. ما اینجا گرد آمده ایم که بگوییم لایحه رتبه‌بندی بارگذاری شده در مجلس مورد قبول ما نیست و همانطور که در نامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به نمایندگان مجلس آمده است، خواستار تغییر آن هستیم. میبایست حقوق و مزایای هر فرهنگی حداقل 80% حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه باشد. ما با افزایش ساعتکار معظم از 24 ساعت به 30 ساعت شدیداً مخالفیم. همچنین ما در اینجا گرد هم آمدیم تا از حقوق بازنشستگان دفاع کنیم. ما خواستار اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم و تأکید میکنیم همزانسازی بازنشستگان باید به صورت کامل اجرا کرده و بدهکاری دولت به آنان پرداخت شود. ما در حالی بر حقوق قانونی بازنشستگان تأکید میکنیم که متاسفانه با توجه به نرخ روزافزون تورم و کاهش ارزش پول ملی، بازنشستگان سال 99 هنوز پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکردند. از دیگر خواسته های ما دفاع از حقوق دانش آموزان با تأکید بر آموزش رایگان عادلانه و با کیفیت است. استاندارد تراکم هر کلاس 16 دانش آموز است. تهیه واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و توزیع ماسک الکل حق دانش آموزان است. بنابر گفته مسئولان حداقل 3 میلیون کودک از آموزش مجازی محروم بودند. از آنجایی که این محرومیت ناشی از عدم دسترسی به امکاناتی مانند تبلت و گوشی هوشمند و اینترنت مناسب است، ما خواهان تأمین رایگان این منظومات برای همه از جمله دانش آموزان مناطق محروم هستیم. از طرفی وظیفه دولت است که امکانات آموزش مجازی را برای تمام معلمان فراهم نماید. افسوس که در طی روزهای گذشته با افزایش اعتراضات و تجمعات معلمان، نیروهای امنیتی و قضایی روند نادرست گذشته را ادامه داده، اقدام به احضار، پرونده سازی، بازداشت و اخراج فعالان صنفی نمودند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ضمن محکوم نمودن این اقدام غیر مسئولانه خواهان توقف احضارها بسید.